به ظاهر و به بیان رهبران حکومت بزرگترین مانع فراراه آغاز مذاکرات بین الافغانی از میان برداشته شده و طالبان دیگر بهانه ندارند. لوی جرگه مشورتی برای آزادی 400 زندانی جنجالی طالب رأی مشروط داد. رهبران حکومت انتظار دارند تا گفتگوهای بین الافغانی پس از آزادی 400 زندانی طالب بدون وقفه آغاز شود. لوی جرگه مشورتی صلح با حاشیه ها و پرسش های معنادار به امراه بود. از تحت شعار قرار گرفتن ساختار دولت مدرن تا تحمیل سلسله خواستهای طالبان در تبانی با امریکا از مردم و حکومت افغانستان. سلام عرض می کنم حضور شما سروران گرامی. در این برنامه این موضوع به بحث گرفته می شود. مهمانانم در این بحث آقایان سیف الدین سیحون استاد دانشگاه، دکتر قاسم علی صداقت آگاه مسائل حقوقی و اسدالله بارکزی کارشناس رسانه‌ای وزارت دولت در امور صلح در اینجا با من هستند. با سلام مجدد حضور شما فرهیختگان گرامی و مهمانان حاضر در بحث، خیلی خوش آمدید به این بحث، ممنونم از حضورتان. به عنوان نخستین پرسش با آقای سیحون میخوایم سوال را مطرح بکنم. جناب استاد، اگر در یک نگاه عمیق به مرجع و منبع تصمیم گیری ها در عصر امروز بپردازیم، دولت یکی از مظاهر دنیای مدرن هست، ولی با این وجود ما در افغانستان شاهد تصمیم گیری ها در موارد هستیم که از جانب در واقع لوی جرگه ها صورت میگیره. اگر در رابطه با در واقع تصمیم گیری از جانب لوی جرگه ها یک بررسی داشته باشین و در این حال فلسفه دولت مدرن و اساس و اعتبار جرگه ها به چه زمان برمیگرده؟ خب البته در فلسفه دولت مدرن یا دولت به شکل امروزی برمیگرده به اون دولت شهرهای یونان و همچنین دولت روم که بیشتر بر اساس مثلا قانون و قانونگرایی اینا دولت های در اون زمان شکل دادن، ولی دولت مدرن بیشتر بعد از جنگ های طولانی که در اروپا جنگ های مذهبی اتفاق افتاد در کنگره وستفالیا در حقیقت دولت مدرن بیشتر به اون پایه شکل گرفت که دارای دولت های دارای حق حاکمیت صرف نظر بزرگی و کوچکیشان و دیگه اندیشه هایی که در این زمینه کمک کردن، لاک، مونتسکیو، ژان ژاک روسو اساس تفکیک قوا را به خاطر پاسخگویی دولت ها اینا مطرح کردن و دولت های مدرن در حقیقت برخواسته از همون فلسفه سیاسی مدرن غرب است که بیشتر مبناش این دولت عرفی هست مبتنی بر انتخاب تفکیک قوا اینا و ای که حالی دولت ها چقدر کارآمدی دارن و توانایی دارن در کشورهای عقب مانده مانده افغانستان، خب این بحثی جدا هست که ما هنوز هم با او شاخصه هایی که بگیم ما یک دولت مدرنی که دارای در حقیقت تفکیک قوای واقعی باشه، این تفکیک قوا بر مبنای تنظیم صلاحیت ها بین خود این قوا باشه که قوای مقننه، قضایه و اجرایه که یک تعامل به اصطلاح متعارف و قانونی در بین خود داشته باشن و از همه مهمتری که هر سه قوا با بین برای مردم مسئولیت داشته باشند در قبال مردم. تا کنون بعضی از کشورها شاهدی شکلگیری دولت های مدرن به این مفهوم نیستند، اما در افغانستان بیشتر به طور سنتی این دولت ها شکل گرفتن، بیشتر بر اساس جرگه ها. از نخستین جرگه تا جرگه هایی که تا امروز هم مطرح میکنند، دولت ها هر زمان خواسته باشند که یک مسئله ای را بالاخره مشروعیت ببخشند و سبقه قانونی ببخشند دعوت میکنند. ما شاهد برگزاری لوی جرگه ها در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بودیم و در دوره های بعدی بعد از حکومت حاکمیت به اصطلاح هجوم ایالات متحده آمریکا و شکلگیری دولت جدید، ما هم شاهدی برگزاری جرگه های سال بودیم، جرگه امنی منطقه‌ای بودیم که اینا به باور ما هیچ کدامی از این و مفهوم واقعی معنای اون جرگه ای را که در قانون اساسی افغانستان هست اینا ندارن. خب اگر قرار باشه که افغانستان مبناش شکل گیریش بر مبنای همون لوی جرگه باشه، که لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است که اعضای پارلمان، مجلسین
و شورای ولسوالی ولایتی و اعضای کابینه هستند که اینا شرکت میکنن و روی مسائل ملی تصمیم میگیرن. ما هیچ جرگه نداشتیم و هر چی که بوده به نام جرگه های مشورتی بوده و از این بابت نه، به این معنی که ما در شرایط کنونی در هیچ زمان شاهدی شکلگیری یک نهاد قانونمندی که این آرای مردم را نمایندگی بکنه و از طرف دیگه پاسخگو باشه و دولتی را ایجاد بکنه که همون تعامل بین سه قوا و از طرف دیگه باز پاسخگویی بین برای مردم وجود داشته باشند، در افغانستان ما شاهدش نبودیم. بله جناب استاد، مشخصا در مورد جلگه مشورتی که اشاره هم داشتن، اگر بگوین خیلی فشرده، اگر لطف کنین، در موجودیت یک دولت مدرن، در موجودیت حکومت، در موجودیت قوه مقننه، شما برگزاری چنین جرگه و تصامیمی که از جانب اعضای جرگه در واقع گرفته شد چگونه بررسی میکنید؟ خب این جرگه خب انگیزش این بوده که بالاخره 400 نفر طالب که گویا از حبس رها شوند، در مورد از این تصمیم گیری که در یک تفاهمی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبا صورت گرفته که حتی با دولت افغانستان هیچ ارتباط نداره، یعنی یک گروه جنگنده مخالف دولتی با یک کشور حامی که دولت افغانستان بسیار برپا داشته و این حاکمیت سرنگون کرده، حاکمیت طالبا را، این توافق صورت گرفته، یعنی توافق بین طالبا و ایالات متحده آمریکاست. آمریکا تعهد کردن که باید افغانستان 5000 زندانی طالب را رها بکنه. بله. و 1000 زندانی دولت هم طالب را رها بکنن. بله. این در حقیقت تضمین کننده این توافقنامه به گونه آمریکا بوده. آمریکا که یک دولتی به اصطلاح عروسکی را در افغانستان برپا داشته، طبیعی است که با رایزی سیاست‌های دیکته و اعمال نفوذ انجام می‌تواند دادن. آمریکایی‌ها شاید به اینا حالی کرده باشن که شما 400 نفر دیگر هم رها کنین، به خاطر اینکه به اسلام و توافقنامه صلح طالبان و آمریکا یک همون وجه المعامله که بارها مطرح شد که برای این است که ترامپ ادعا بکنه یا دولت ایالات متحده آمریکا ادعا بکنه که بالاخره در افغانستان قواش بیرون میکشه، از صلح در اونجا اعمال شده، شورشی ها و دولت بالاخره تفاهم کردن و ما دیگه این یک پروسه پیچیده را مثلا انجام دادیم. این بیشتر برای مصارفی افکار عامه آمریکا و همچنین تبلیغات و پروپاگاندای داخلی آمریکا بیشتر نقش داشت تا دولت افغانستان و نهادهای افغانستان، ولی به هر وسیله مردم افغانستان چون بسیار زیاد در یک حالت استیصال و درماندگی بودن، یک کشوری که از نظر سیاسی به ورشکستگی و شکست مواجه شوه و در معرض از همپاشی قرار بگیره، چند پیامدی بسیار خطرناک در اتفاق میافته. اولین پیامدش اینه که اینا با سیاست به حساب به توجه میشن و سیاست یک امر غلط، امر خلاف، امر غیر انسانی میپندارن. مردم افغانستان اگر ببینید، این سیاست یک امر کاملا غیر واقعی، دروغ، ریاکاری اینا میدونن. دومین پیامدی که میاد در حقیقت نفرت از خود به وجود میاد در این کشورها، نفرت از خود، یعنی به معنی که ناتوانی، عدم به صدا تصمیم گیرندگی، ناتوانی در کل جامعه شکل میگیره و این به اصطلاح در حد به اصطلاح از خود بیگانگی و یا به طور مثال نفرت از خود به. و این بسیار زیاد جدی و خطرناک میشه برای یک کشور. و سومین پیامدی که داره بالاخره اینا چون سیاست امر عبث تلقی میشه و نفرت از خود و ناتوانی خود ابراز میکنن و تبارز میدن، بالاخره منتظر منجی خارجی میشن که یک کسی دیگه از بیرون بیاد و اداره بکنه. سرنوشت افغانستان همیشه در طول تاریخ همین رقم بوده، همیشه انتظار داشتن که دیگه را بیان. پس آمریکا در اینجا به دولت افغانستان حالی کرد که شما 400 نفر را رها کنین و دولت افغانستان هم بالاخره میتونست که از طریق تفاهم، از طریق مذاکره با حقوقدانا، با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، با پارلمان افغانستان مشورت کنه و قضیه را حل بکنه. ولی برای نمایش و برای تبلیغات و برای به طور مثال بعضی منافعی که داشت و نشان دادن یک نوع به طور مثال فرافگنی دیگه، خود دکلو جگر دعوت کردن و در اونجا هم دیدیم که از شکل گیریش تا در حقیقت خیلی از مسائلی که جا مطرح شد نشان داد که واقعا نه مدیریت داشته و نه هم به اصطلاح خیلی نارساییش به طور مثال برملا بود. از این بعد خب چون دکته سیاست گذاران حامی دولت بودن، اینا تمکین هم کردن و در حقیقت خب البته تمکینی که لوی جرگه کرد برای این مسئله این بود که اینا طرفداری بودن که گویا انتظاراتی که در وجود داده شد با رهایی اینا
مذاکرات صورت میگیره و مذاکرات پیامدش صلح است. خو یک موضوع وقتی که مطرح کنین که صلح به وجود میاد در یک کشور جنگ زده طبیعی است که مردم هم آرزوی صلح دارن. صلح یک آرزوی است که باید برآورده شود و در افغانستان هیچ شکی هم نیست که مردم منتظری هستن که اینا نتایج به بار بیارن، اینکه نتایج به بار میارن نه، مسئله دیگه است که بعدا بحث بکنیم. دوباره با شما برمیگردیم. آقای بارکزای، شما تحلیل صحبت های استاد شنیدید. اولی که تفاهم برای آزادی 5000 زندانی که 400 زندانی هم در واقع جز از این 5000 زندانی بود بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته نه حکومت افغانستان. اساسا در واقع رهایی زندانیا از جانب حکومت افغانستان چه معنایی میتونه داشته باشه در حالی که طالبان هنوز با حکومت مستقیما وارد بحث نشدن، از حکومت نخواستن، هر از گاهی هم گفتن که ما از آمریکا میخوایم. از جانب دیگه هم شما برگزاری لوی جرگره در چنین وضعی که در موردی که مثلا حقوقدانا میتونن با دست باز با نگاه تخصصی تر به این قضیه نگاه بکنن و همزمان قوه مقننه میتونست نگاه مسئولانه تر نسبت به قضیه داشته باشن، چگونه ارزیابی میکنید؟ مثلا چی چیز را حقوق دانای کشور و قوه مقننه و برخی منابع تخصصی نمیتونستن که حل کنن که او را واگذار شد به اعضای لوی جرگه که شاید اکثریت هم دانش حقوقی در این زمینه نداشتن؟ منم سلامونه تاستا درونو ملمنوتا و تلویزیون لاره چخه و طولو لدونگ تبرندی کما. بدون شک چې د زندانیانو هله کول یا د هغوی خوشی کول کوم عادي پریکړه هم نه و او عادي ګام هم نه و. دا یو ځکه دوی چې 15000 کسان په زندان کې چول سی وي د ډیرو لوړ مصارف باندې لاس تر اغلی دي. مګر د استاد یو خبرې ته چې هغه ول چې موږ ارزو سول هدا د اصول د پار د هغه ارمان چې د افغانستان خلګي لري تر څو په سولیزه په ځای کې ژوند وکړي د هغې د درسېدو په خاطر باندې موږ اړتیا درلودله چې باید یو ځل بیا هم و مصلحت ته غاړه کښېږدو تر څو موږ یو تلپاتې سولې ته ورسېږو. موږ ځکه دغه شی یا د بندیانو ایله کول ډېر محدود به بحث ورباندې ونه کوي، ځکه که څه هم موږ د خدانانو سره د ټولنې د مختلفو اقشارو سره موږ په سوله کې د ټولنې د شپږویشتو اقشارو سره کار کوو چې هغوی سره په مشوریو باندې مخته ځو. مونږ تر ټولو مهم شی دا و چې لویه جرګه د عناناتو پر اساس باندې او هر هیواد د خپل تاریخي فرهنګونو پر اساس باندې لوی پریکړې کړې دي او موږ کوای سي دا چې د مډرن هیوادونو مسله را یاس ول موږ هیوادو د اروپایي هیوادونو ترمنځ فرق شته، موږ ملي ګټې او د هغوی ملي ګټې فرق شته. دا افغان نظام په تفاوت نداره. شما میبینین که دموکراسی که در دنیای دیگر هست و بر اساس از او مشروعیت نظام شکل میگیره بر اساس مشارکت سیاسی، دولت افغانستان بر اساس همین مشارکت شکل گرفته. تاسو وګورئ تر اوسه پرې هم متاسفانه چې د افغانستان په دولت انتخابات کې 3 میلیون اضافه رای کارسی ویني دي. موږ تر اوسه پرې لا هم متاسفانه د یو قوي دولت په جوړولو باندې نه توانېدلی. موږ نه سوال یې چې شما میگین که دولت هنوز به او قوتش وجود نداره که در برابر طالبان بتونه حداقل نه هغه یو د جګړې بحث دی، بل د سولې بحث دی. د سولې بحث چې کېږي باید غاړه کښېږدې، نرمه ژبه ولري او انتفاضري باید وشي تر څو چې موږ یو تلپاتې سولې ته ورسېږو. ما مخکې هم وویل چې د افغان تپل وینه او د اروپایي هېواد تپل وینه فرق سره کوي، د هغوی ملي ګټې اصلي خبرې ته دغه ته اړتیا دا وه چې موږ باید د مشروطې لویې جرګې چې د افغانستان په تاریخ کښې ډېرې مهمې مسلې باندې حل کړې دي و هغې ته رجوع وکړو تر څو یو خو هغه تاریخي مسولیت چې لري یو دولت یا دولت په راس کې کوم کس چې هغه د 400 هغسې بندیانو هیله کول چې هغه ډېر مشکل ګام و چې موږ مجبور وو چې موږ باید دا کار وکړو. خو د سرتاسري سولې دپاره دا کار سوی دی، د مسلحت غاړې ښودل سوې ده تر څو د دې په بدل کې موږ د طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کښېږدو او ډېر ژر مذاکرات پیل سي تر څو د افغانانو هغه ارمان چې سوله او ثبات دی هغه ته ورسېږو. بله آقای بارکزای، اتفاقا بحث رأی آزادی 400 زندانی طالب از جانب لوی جرگه مشورتی سال مشروط گذاشته شده و مشروط بری که جامعه جهانی باید یک تضمین بتنده برای رهایی از این زندانیا. اول که آقای رئیس جمهور 2 روز گذشته فرمان رهایی از این زندانیا را صادر کرد،
چی کسی حاضر شده برای ضمانت دادن در برابر زینا؟ و از جانب هم شما شاید هستین که استرالیا به عنوان یک از کشورهایی که در مورد یکی از افراد یک ادعای عقل عبدی داره و اونا به شدت در واقع در افغانستان در مسائل بازسازی افغانستان در بحث آموزش نیروهای امنیتی دخیل هستند، اونا اعتراض دارن نسبت به آزادی از اینا. فکر میکنید چگونه ممکن است بین از این مسائل جمع زده شود؟ سوگوری بدون شک چه پدی که تر سلوک په تعداد باندې داسې کسان و چې د هغوی اکل عبدي جرم دلول. بله، مګر دا چې د انسان د راتلونکي ژوند خوندي سي او انسان د راتلونکي بشري حقوق وکړول سي او په سوله کې ژوند وکړي، دا بدل چی تاسو موږ اړتیا ده چې باید دا ګام واخلو. تاسو ګورئ طالبان سره چې موږ یو کال یو نیم کال کېږي چې په کتر کښې مذاکرات یا موږ د غیر مستقیم د کومو چینلونو سره دوی سره ارتباطات لرو او امریکا هم په دې برخه کې ډېر په شدت باندې کار کړی دی او د سولې پروسې تر ډېره حده پورې هغه در نږدې سوې ده. شاید په راتلونکي یکشنبې یا دوشنبې موږ طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته کښېنو. زه فکر نه کوم چې طالبان دې د دغه فرصت څخه داسې یو استفاده وکړي چې موږ دې بېرته شاته وګرځېږو. هغه بحث لوی جرګه تضمین جهانی است، نه بحث فکر میکنین در بدل چه تضمینه د مشورتي لوی جرګې اوسنی وزن دومره لوړ و چې هم په کور دننه او هم په کور د باندې هغه اجماع چې د جرګې په اړه باندې موجوده وای هغه موجوده ده او ټول نړیوال هیوادونه چې د افغان سولې پروسې سره هغوی همکاري کولی سي هغوی د دې څخه ملاتړ کړی، دا خپل یو تضمین دی چې هغه خوشحاله دي. او تر شا چې کومې خبرې دي هغه هم معنا دا ورکوي چې موږ یو ګام نږدې کېږو سولو ته، نو په همدې خاطر باندې دا ګام اوچت شوی دی تر څو موږ هغه د طالبانو سره چې هغه خنډونه یا چیلنجونه چې مخکې ستا هغه له منځه ولاړ سي او ژر خبرې ته پیل سي. سپاسګزارم، دوباره به شما برمیګردم. آی دکتور، در برخی از تحلیل ها و برخی آگاهان مخصوصا امور حقوقی آمده که قطعنامه که لوی جرګه مشورتی صلح در واقع صادر کرد قانون اساسی و قانون جزای افغانستان را نقض کرده، در حالی که خود لوی جرگه بر اساس یکی از مواد قانون اساسی افغانستان برگزار شده. شما چه فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما و استادان محترم و بینندگان محترم تلویزیون تمدن، راجع به این موضوع باید عرض کنم که اساسا در قانون اساسی لوی جرگه‌ای که پیش بینی شده است اعضایش مشخصه، صلاحیتایش هم مشخصه. اکثریت اعضای لوی جرگه موجود به هیچ عنوان قانونی نبود. همون گونه که میدانید طبق ماده 110 قانون اساسی اعضای لوی جرگه عبارت است از اعضای پارلمان و همینطور شورای ولایتی و شورای ولسوالی، در حالی که همونطور که در جریان هستید اکثریت اعضا اینها نیستند. بله، و طبعا از این جهت به هیچ عنوان از منظر قانون اساسی قانونی نیست. بله، در قسمت اعضا. از طرف دیگر در قسمت اعلان صلح طبعا رئیس جمهور دارای صلاحیت هست، اما در قانون اساسی پیش بینی شده است که هنگامی که رئیس جمهور اعلان صلح یا اعلان جنگ میکنه حتما باید تایید پارلمان را داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه پارلمان نماینده مردم است، مخصوصا ولسی جرگه، در حالی که در هم در این جرگه و هم در جرگه های قبلی به هیچ عنوان تایید پارلمان وجود نداشته است، در حالی که وقتی رئیس جمهور میخواد اعلان صلح کنه تایید پارلمان باید حتما داشته باشد و الا او اعلان صلح به هیچ عنوان مشروعیت نخواهد داشت. پس از منظر قانون اساسی از دو جهت این جرگه نامشروع است و مشروعیت بر اساس قانون اساسی نداره، یک از جهت اعضا، یکی این که وقتی رئیس جمهور میخواد اعلان صلح کنه نیاز به تایید جرگه داره، شورای ملی داره که این تایید هم گرفته نشده است. از سوی دیگر از منظر قانون اساس قانون جزا یا کد جزا عبارتی دقیق ترش، در کد جزا صراحتا جرایم علیه ضد بشریت جرمنگاری شده و او عبارت است از نسل کشی، جنایات جنگی. خب طبعا تردیدی نیست که تعداد زیادی از این اشخاصی که به عنوان طالب آزاد می شود جنایت علیه بشریت مرتکب شده، جرایم ضد بشری رو مرتکب شده، جنایات جنگی رو مرتکب شده و نسل کشی رو مرتکب شده و در هیچ تردیدی نیست کسانی را اینا به قتل رساندن که بیگناه بودن، چون اینا معمولا در مراکز غیر نظامی حمله میکنن.
در حالی که هم از منظر حقوق بین الملل معاصر هم از منظر حقوق اسلامی به هیچ عنوان قتل اشخاص غیر نظامی جواز ندارد. تازه اشخاص نظامی در صحنه جنگ، در حین جنگ امکان دارد که قتلش جایز بشه، اونم با شرایط خاص. پس بنابراین تردیدی نیست که تعدادی از این افراد تحت عنوان طالب که آزاد میشه جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی و امثال اینها را مرتکب شده و در حالی که در کد جزا صراحتاً اینا جرم‌انگاری شده و مشمول عفو و مشمول مرور زمان هم نمی‌شود. بله، در عین مورد آقای بارکزای دیدگاه دیگه داشتن که ما برای مصلحت ملی، برای زی که حداقل دولت حسن نیت نشان بده کار می‌کنیم، چقدر توجیه قانونی و منطقی داره؟ ببینید شما، مصلحت ما در دین اسلام هم داریم، مصلحت در قانون هم داریم، اما اونجایی که جان انسان‌ها پایش در میان باشه، طبعا شما میدانید که اینجا اصلا هیچ مصلحت معنا نداره. شما از دیدگاه اسلامی در فقه میبینید که در دیما و فروج هیچ مصلحتی معنا و مفهوم نداره. شما به هیچ عنوان در تحت هیچ شرایطی نمیتوانید حق یک انسان رو ببخشید، مخصوصا که جان انسان ها باشد. چنان که میدانید از نظر فقهی فقها بر این مسئله تقریبا اجماع نظر دارن که در حق الناس حتی خدا نمیتونه ببخشه، چی رسد به بندش. خدا با توجه به او عدالتی که داره به هیچ جنون حق الناس رو نمیبخشه، مخصوصا اونجایی که پای قتلی دست جمعی در میان باشد، چی رسد اونجایی که مثلا نسل کشی باشه و این چیزا باشد. پس وقتی خدا نمیتونه ببخشه، ما چی جایگاهی داریم که بتونیم کسانی را که مرتکب جرم شده و قتل انجام داده ما به عنوان بنده خدا ببخشیم؟ خدا وقتی نمیتونه ببخشه، ما به طریق اولا حق بخشش را نخواهیم داشت. و افغانستان هم که مشکلش حل نمیشه به خاطر همیست که همیشه دنبال مصلحت هستیم. یک زمان مجاهدین آمدن اینجا حکومت کردن تحت عنوان مصلحت، چی حالا همه مجاهدین رو ما نمیگیم، چی فسادهایی رو مرتکب شدن، چی کارایی کردن، و الان این طرف تحت عنوان مصلحت ما میایم طالب رو میخوایم حاکم کنیم که یک دوره بیا اینا حکومت کنه، اینا تجربه کنه که اینا چی کار میکنه. خب یک کارایی بیا اینا بکنه. ما همیشه در حالت آزمون و خطا هستیم. چرا؟ به خاطر که ارزش‌های اساسی قرآنی را و انسانی را هیچ وقت رعایت نکردیم و همواره تحت عنوان مصلحت زیر پا میکنیم. سپاسگزارم. با شما دوباره برمیگردیم. جناب استاد، شما شاهد هستین که تصامیمی که از جانب جرگه مشورتی صلح گرفته شد و در قطعنامه موارد متعددی هم آمده که اگر جنبه اجرایی پیدا بکنه، مواردی هستند که خواستای مردم افغانستان هست، خواستای حکومت افغانستان هست، اما این تصامیم مورد استقبال برخی کشورها قرار گرفت. از جمله ایالات متحده آمریکا هم ضمن استقبال از این تصمیم گفت که ما در واقع حامی یک نظام دموکراتیک در افغانستان بعد دراز مدت خواهیم بود. علاوه بر اینکه سازمان عفو بین الملل و گروه بین المللی بحران نسبت به این فیصله ابراز نگرانی کردند. حالا فکر میکنید که همسویی این کشورها که همواره در قضای افغانستان دخیل بودند، مخصوصا کشورهای حامی افغانستان، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی بودند، این همسویی چقدر میتونه برای تداوم ثبات سیاسی در افغانستان، برای حفظ افغانستان نوین، برای حفظ ارزش‌های چند دهه اخیر کمک کنه؟ خب با توجه به اینکه افغانستان دولت جدیدش مولود همکاری های بین المللی است، آمریکا و ناتو بالاخره با سقوط دولت طالبان اینا دولت جدید یا دولت امروزی را اینا تاثیر گذاشتن و بعضی نهادهای ناپایدار را هم ایجاد کردن که ما با اون اهدافی که یک دولت مشارکتی باشه، مردم سالار باشه، انتخابات و نهادهای او پابرجا یک دولت منتخب و تمثیل بکنن، با اونا هنوز هم بنابرم اون ضعف‌های ساختاری که نهادهای ما دارن، ما تا کنون با او آرمان ها و اهداف نرسیدیم. اما بحث بر سر اینست که خارجی یا هیچ کسی دیگه این حق نداره که در بعض مسائلی که اونا بسیار حقوق اساسی شهروندان افغانستان است، در اونا مثلا سیاست های خودشان را دیکته کنن به خاطر اهدافی که اهدافی خودشان دارن، بدابر حضوری که دارن در افغانستان وانمود کنن که گویا حضور اینا در افغانستان منتج به تفاهم یا به تمثال رای حل های سیاسی یا صلح می شود. آقای بارکزه یک اشاره داشتن که گویا یک تضمینی است برای آنچه که از جانب روی جرگت دست پسرش. ولی اگر تضمین باید معیاری حقوقی و قانونی باشد. تضمینی که خلاف ارزش های انسانی حقوق بشری باشه او را تضمین نمیتونیم بگیم. من باورم این است که صلح در هیچ کشور جهان
بر با او ارزش هایی که به اصطلاح حقوق انسانی، حقوق بشری و تمام او به اصطلاح ارزش هایی که در حد اقل در مقدمه قانون اساسی افغانستان هم ذکر شده است، اگر اینا در نظر گرفته نشوند و بحران و چالش هایی که بالاخره خودشان باز از درون جامعه باز سر بدر میکنند، به این معنی که سال به این معنی هست که ما به تمام ریشه های منازعه را که منازعه باشن که در اون منازعه اصل عمده عدالت است برای قربانیان. عدالت برای قربانیان در تمام جهان وقتی که سال صورت گرفته است ما تجربه پس از سالها را داریم دیگه. بعضی کشورهایی که تانستن با این بدیده برخورد بکنن در حقیقت صلح نهادی نکردن و ساختارها را درست ایجاد کردن. آفریقای جنوبی یک نمونه تقریبا موفقش است، اما در انگولا، در مثلا کمبودیا هیچ بسای آرزوها محقق نشد. به این معنی که شما وقتی که تضادها و تناقضات ماستمالی بکنین و روپوش بگذارین، باز اونا در یک مقطعی که از خاکستر خود باز بدر میکنن. میگیم عدالت برای قربانیان، عدالت برای به طور مثال متضررینی که در جامعه آسیب دیدن، حداقل روش هایی باید صورت بگیره که این مردم معتقد شوند که اگر به گپ نیلسون ماندلا آدم مراجعه کنه گفتن ما میبخشیم اما فراموش نمیکنیم. بله، ما باید فراموش نکنیم، باید جنایاتی که در کشور صورت میگیره اینا باید فراموش نشوند. باور من است اینا باید مستند شوند، در حقیقت مشخص هم شوند. هر کسی ولو هر کس در هر موقفی که مرتکب شده است باید مجازات هم شود. اگر مجازات باز مردم عفو میکنن به گفته استاد، زمانی میتونیم اینا را چی بکنیم که یک مرجع قانونی و یک مرجع حقوقی حق بخشایش داره و او پارلمان است و یک رفراندوم است. در غیر او به تمثال لوی جرگه فرمایشی یا چند آدمی که هیچ نوع حضور و هیچ نوع معرفت در مسائل حقوقی نداشته باشند میان مسائل بحث بکنن، یا خارجی که به خاطر مسائل خودش به تمثال میآید، به تمثال یک پدیده کاملا که بعدا جنگ در افغانستان تداوم میده و به عدالتی را تضمین میکنه، ما بگیم که اینا بسیار زیاد کار مفید انجام میدن. صلح همراه با عدالت و از نظر ساختاری یک دولت، یک دولت بر پای آزادی، آزادی به تمام معنایی که مفهومش است، عدالت اجتماعی و اونا استوار میباشد و مشارکت. در غیر از اون یکی از این اجزا اگر کم باشه قطعا صلح تحقق نمیاد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. بینندگان ارجمند، پس از یک میان برنامه دوباره برمیگردیم. با سلام مجدد حضور شما بینندگان ارجمند، به ادامه بحث خوش آمدید. سوال مطرح میکنیم با آقای بارکزی. آقای بارکزی، برخی از اشتراک کنندگان شکایت داشتند که البته این نمونه از مجموعه کسایی که در اونجا بود بوده، ولی برخی عملا شکایت کردند که جزئیات در مورد 400 زندانی از جمله هویت، تابعیت، میزان جرم و در واقع میزان کیفرشان مشخص نشده. فکر میکنین چگونه ممکن است در یک مورد قضاوت صورت بگیره که بیشتر استاد هم اشاره داشتن به این مسئله، در یک مورد قضاوت صورت بگیره که شخص قاضی یا کسی که در جایگاه قضاوت کننده قرار داره نمیدانه که طرف مقابل در برابر چه جرم مورد عفو بخشش قرار میده؟ مننه. یو خو خبر داده چې د مشروطه لوی جرګې پریکړه، که څه هم مشروطه لوی جرګه په اساسي قانون کې نه ده ذکر شوی، د هغې پریکړه الزامي نه ده چې هغه به حتما د قابل د قبول وي. خو مخکې ما وویل چې د مصلحت په خاطر، او مصلحت معنی هم دا نه ده چې موږ طالب د چلایق سره یا د پخواني فکر سره د ایډیا سره کابل ته راغلو. طالب په واحد افغانستان باور لري، د افغانستان په اساسي قانون باور لري، او د افغانستان د دولت ته چوکاټ لاندې، د جمهوریت ته چوکاټ لاندې، د همدغه سرې درې رنګه بیرغ ته تر چتر لاندې به د پم دی افغانستان کې ژوند کوي، قانون ته به غاړه ږدي. طالب په هغه فکر راځي، په هغه مخکني فکر چې ځینې دوستان تشویش لري، مطمئن اوسي چې په هغه فکر نه راځي. چی چیز نشان میده که طالب دیدش اینقدر دموکراتیک شده در می جریان مذاکراتی که انجام شده؟ مثلا چطور شما باور دارین که طالب از این تفکرش میگذره؟ خبر یې داشتی کله چې ملام عمر د تحریک بنسټ کړی شوی، او هغه د امارت بنسټ کړی شوی په کندهار کې، د 1500 ملایانو د سر ملاتړ کوي.
یعنی د د حکومت هغه اساس او مشروعیت چې د خپل ځان ته ورکوي هغه د 15 علماء ورکول. تر حال چې افغانستان یوازې د سولې په برخه کې د افغانستان دولت د ټولنې د شپږو شکشارو سره کار کوي، دلته هغه کثرت کرایي او د افغانستان نوی افغانستان طالب د تیر فکر سره راشي. طالبان میخوایم ببینیم چې اسمان بینیم جنگ جریان دارن. تیر فکر سره راشي، نه یوازې دا چې طالب مخته نه تلای، بلکې طالب خپل و بکیج لمنځه ځي. بلکې طالب اړتیا ده چې طالب باید خپل ځان اصلاح کړي او د یو نوي افغانستان سره خپل ځان برابر کړي او نوی افغانستان وپیژني، د افغانستان اوسنی ولس او ملت وپیژني. مشاهدات شما چی است؟ چی تغییرات د تفکر طالبان به وجود آمده در جریان مذاکرات که لااقل مذاکرات جریان داره؟ موږ لومړی خو خبر داده چې موږ طالبان سره که څه هم رسمي مذاکرات نه دي پیل کړي، غیر مستقیم مذاکرات چې د امریکا له درڅ څخه یا په مختلفو چینلونو کې چې موږ له دوی سره تماس لرو، طالبان اوس ډېرې د دوی په رهبرۍ کښې هم هغه کسان چې دي د پخواني فکر څخه خل پښېمانه دي، یعنی تر ډېره حده پورې دوی هم په د حقوق بشر د بیان پر ازادۍ د ښځو پر حقوق باندې باور لري. یو طبقه یې دا چې ټول یې په دغه هم نظر کېږي، اړتیا دا ده چې دوی خپل په داخل کې خپلې اجماع کوي کې او هغه کسان چې نه پوهېږي هغوی هم په دې باندې پوه کړي. لازم د مشروطې لویې جرګې خبرې ته مول مشروطې لویې جرګې کښې چې کوم د افغانستان د مختلفو اقشارو سره ناسته درلودله او د هغوی سره مو جرګه جوړه کړله، په هغې کښې واضح و دوی ته ویل شوي دي چې 400 بندیان په دوی کښې هېڅ خارجۍ نشته، ټول افغانان دي او جرایم په دې کښې تر سل ما مخکې ورته ده سل هغه کسان دي چې اوکلادي جرایم لري، نور هغه کسان دي چې په تراهۍ کې دي، در حالی چې مستقیم یې هغه جرم نه تر سره کړی، په تراهۍ کښې یې لاسته لودی، یعنی غیر مستقیم یې لاسته لودی، په هغې کښې هغه کسان هم وه. خو دا ټول د همدې هدف دپاره وه چې موږ یوازنی هدف سوله وه او د سولې دپاره بدون شکه چې موږ دې ته اړتیا لرو چې باید قرباني ورکړو. شما آقای بارکزی خیلی فشرده اگر لطف کنین، گفتین که لویه جرګه مشورتی صلاحیت اجرایی نداره، فقط تصمیم گیری میکنه. حالا بر مبنای ازی تصمیم گیری حکومت افغانستان عمل میکنه نمیکنه؟ تصمیم چی دی؟ هغه د مشورتي لویې جرګې د الزامي نه دی. بله، هغه ګرځي د ولسمشر پورې. خو د تیرې مشروطې لویې جرګې څخه دا نتیجه ترلاسه شوله چې افغانستان دولت د خلکو ورایو ته او د خلکو نظریاتو او د هغوی پیشنهاداتو ته کاملا غاړه ږدي. تیرې مشروطې لویې جرګې کتنامه یا پریکړه لیک چې سوی دی هغه افغانستان دولت بند پر بند تدبیر کړی دی، چې دا زموږ د کار هغه اساس هم د خلکو هغه تصمیم بللی دی. نو چیرې په راتلونکي کې هم ځکه د مذاکره ډېر مغلق او دشوار کار دی او وخت نیسي، زمان ته اړتیا لري، کله کله به موږ په داسې مسایلو کې راسو چې بېرته به موږ خلکو ته رجوع کوو، ځکه د سولې کښې د خلکو په اړه باندې تصمیم نیول کېږي، د خلکو سرنوشت معلومېږي، باید خلک پخپله خپل تصمیم ونیسي. ممنون، اگر فرصت مند دوباره به شما برمیگردیم. آقای دکتر، این سوال میخوایم با شما مطرح بکنم. کسانی که به عنوان قاضی در سکوی قرار میگیرند، در جایگاه قرار میگیرند که در رابطه با مجرمین باید تصمیم گیری بکنند، اگر اینا از کیفر تابعیت افراد هویتشان آگاهی نداشته باشند، خب چی معنا داره این تصمیم گیری؟ چی حکم داره به لحاظ قانونی؟ در پاسخ به این پرسش شما باید بگویم که اولا اینا لویه جرگه مشورتی به یک نحو قضاوت سیاسی را انجام میدهد. خب کسی که قضاوت سیاسی انجام میدهد باید از خیلی مسائل اطلاع داشته باشد. خب وقتی تعداد زیاد از اینها مثلا از جاهای دوردست آمدن که هیچ اطلاعی از مسائل داخلی و مسائل بین المللی ندارن، نه مسائل داخلی رو میتونن تحلیل کنن نه مسائل بین المللی، و از همه مهمتر اینه که بر همین دسته افراد که کارشناس نیستن از مسائل داخلی و بین المللی اطلاع ندارن، یک سلسله مسائل مستقیما دیکته شده. من در موارد نزدیک از بعضی معاونین والی خودم شنیدم که نار ما گردآوری کردم، یکی ده آدمایی که خیلی تحلیل ندارن و کارشناس نیستن. پس بنابراین اونا چگونه میخواین قضاوت سیاسی را انجام بده در مورد مجرمین که هیچ نه از مسائل حقوقی اطلاع دارن، نه از مسائل بین المللی، نه از مسائل داخلی، از یک جای دوردست آمدن و توان تحلیل. نکته دیگر که اینوان از جرگر میگذارن جرگه مشورتی، ببینید هم از نظر اقلایی و هم از نظر اسلامی مشاور باید یک سلسله شرایطی داشته باشد، و مهمترین شرطش اینه که کارشناس باشه،
و متدین باشه و از حق الناس نگذره. و حقیقتش کدام از این مشاورها این شرایط داره؟ واقعا کارشناس حساب میشه نسبت به این مسائل؟ مشاور من میرم با کسی مشورت میکنم که او کارشناس است در اون موضوع و او نظر کارشناسی میده. تعداد زیاد از اینا اصلا کارشناس حساب نمیشود. پس ما چگونه به کسانی مراجعه میکنیم که از خودم وضعیتش چیه؟ بدتره. مشاور یعنی چه؟ یک مسئله رو من نمیدونم یا نمیتونم راجعش بهش تصمیم گیری کنم، به یک کسی مراجعه کنم که او از من بهتر باشد، تخصصی لازمی داشته باشد. در حالی که این وضعیت را کسانی که در جرگه حضور داشتن این وضعیت را نداره. سپاسگزارم جناب استاد. برخی از آگاهانم به این باور هستند که آزادی 400 زندانی طالب از سلسله تحمیل های طالبا در تبانی با آمریکا بالای حکومت افغانستان هست و در واقع حکومت را وادار ساخته با برگزاری جرگه مشورتی و با توجه به ابهاماتی که وجود داره اینا در واقع رأی آزادی 400 زندانی را صادر بکنن، از جمله بحث آزادی هرنس حقانی را که حکومت در واقع یک خط سرخ تعریف کرده بود، مسائل دیگه میگن که از جمله امی سلسله تحمیل ها است. خب این نگرانی چقدر فکر میکنید که بجا هست و آینده را چگونه شما تصویر میکنین با توجه به اینکه هنوز طالبان در رابطه با نظام آینده سیاسی افغانستان مشخصا پیشنهاد مشخصا کدام جزوه مطرح نکردن، گفتن که ما روش صحبت میکنیم، فکر میکنید این تحمیل ها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ خب من عرض کردم در آغاز که صلح افغانستان از آغاز در یک مسیری به اصطلاح اشتباه در حرکت بود، به این معنی که ایالات متحده آمریکا و او هم نماینده آمریکا با طالبان مذاکره میکرد و طالبان و آمریکا مذاکره کردن در روی خروج نیروهای خارجی و بالاخره مذاکرات بین اینا و دولت و این تفاهم صورت گرفت، یک موافقتنامه امضا کردن. بله. و این در حقیقت بیشتر خود این موافقتنامه اینا بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داشت که او از این بهره برداری سیاسی بکنه. و این مسئله که رهایی 400 نفر زندانی مسائل پشت پرده واضح نشان میده که آقای خلیلزاد به دولت مردان افغانستان دیکته کرده که شما برای این مسئله و توافقی که ما انجام دادیم را رها کنین. اینا هم البته در یک در جای در موارد مردم افغانستان بالاخره یک مقدار عکس العمل‌ها و حساسیت‌ها نشان دادن، اونجا بالاخره مستقیما در برابر اینا عکس العمل نشان دادن و برای توجیه نظریات خود بالاخره یک جمعی را دعوت کردن که اینا تصمیم گرفتن. اینا در حقیقت یک نوع فرافیگنی، یعنی چیزی را که دیکته مستقیم ایالات متحده آمریکا بود این را گذاشتن بر گردن. فکر میکنید این سلسله چقدر تداوم پیدا خواهد کرد؟ تا زمانی که دولت های عروسکی و وابسته باشن هزار بار تکرار بشه. بدلی از این که تداوم امی دولت را شما چکنه میکنید؟ دولت اصلا دولت مولود حمایه 100 درصدی ایالات متحده آمریکا است، دولتی که اونو ساختن و این دولت به اشاره دست اونا میتونه که به اصطلاح هر ترتیبی شود. از این بابت یک دولتی که ما نمونه اش در افغانستان نه تنها این نداشتیم، دولتی وابسته به اتحاد شوروی بود. شما میدیدین که بالاخره اونجا مشاورین روسی تصمیم گیرنده اصلی بودن در شرایطی که به اصطلاح وابستگی به دولت‌های منطقه‌ای پاکستان بود. اونجا بالاخره خیلی از پاکستانی‌ها اینجا آمدن به اصطلاح برای خودشان دم و دستگاه ساخته بودن در دوره طالبان و افسالهم. و در شرایط کنونی هم این دکته 400 نفر زندانی رهاییش آمریکایی‌ها به دولت پاکستان دستور داده بود و این دستور اینا اجرایی کردن متو با دور زدن از او چیز مستقیم، یعنی برای خودشان یک به اصطلاح آبروی کسب کردن که یعنی ما که بالاخره این تابع یک دولت مردم سالار هستیم، یعنی مردم افغانستان. از این بابت مردم در حقیقت هم چیزی را که صلاحیت نداشته باشه درک نداشته باشه و بالاخره بازم در یک بحث تبلیغاتی شما 400 زندانی را ببینید. شما در مو سخنرانی که ایراد شده بود اونجا بسیار زیاد یک نوع به اصطلاح اغواگری بود، با 400 نفر زندانی صلح برقرار می شود و بالاخره گپای پس از صلح هم مطرح میکنن، امنیت برقرار می شود، بالاخره ثبات سیاسی می ما ایمی و بالاخره این اغواگری از مردم بسیار فریب است و در حقیقت افکار عامه بسیار بازی با افکار عامه است. از این بابت به باور من این لویه جرگه از آغاز تا انجامش یک مضحکه بود، یک بازی. سپاسگزارم جناب استاد. آقای بارکزی، قرار است که هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت تشکیل شود و اینا با طالبان در واقع به بحث و گفتگوهای بین الافغانی بپردازند.
خب شما میدانید که لوی جرگه مشورتی هم لوی جرگه قبلی و همچنان حکومت افغانستان و مردم افغانستان بر حفظ دستاوردهای چند دهه اخیر و جمهوریت تاکید دارند و همواره پافشاری بر حفظ از اینها. با چه تکیه‌گاه حکومت افغانستان، هیئت حکومت افغانستان در برابر طالبا با چه پشتوانه قرار میگیرن و از جمهوریت در واقع دفاع میکنن؟ نگرانی مردم آنچه است که استادم اشاره کردن که گویا حامیان حکومت افغانستان مخصوصا ایالات متحده آمریکا بیشتر بر اساس منافع و بر اساس یک کارت انتخاباتی از این مسئله استفاده میکنن. چطور شما میتونین به مردم اطمینان بدین که حداقل دستاوردها حفظ میشه و حکومت تحت فشار خارجی تصمیمی نمیگیره که زیر نام مصلحت ملی خودش را از زیر بار مسئولیت برون کنه؟ مننه. لومړی خو باید وایم چې مذاکرات ټیم جوړ شوی دی او هغه تجربه چې لري موږ باور لرو چې هغه د افغانستان د خلکو د غرضشتونو څخه چې باید دفاع وکړي هغه څخه دفاع کولی شي. بله، یو شی دی، هیڅ هیواد په هیڅ طاقت باندې پر افغانانو باندې خپل نظر تپلی نه شي. په ډېری وخت کې موږ دا ثابت کړی دی. تاسو ولیدل چې دوه کاله مخکې مسکو په ډېر طاقت باندې د طالبانو سره مذاکرات پیل کړل، مګر افغانستان دولت یې مخالفت وکړي، جوړ نه شو. یعنی هر تصمیم چې نیول کېږي هغه افغانان باید په خپله ونیسي. کله مذاکراتي ټیم چې طالبانو سره ځي مذاکرې ته، هغه چې په مذاکرې د هغه اجنډا باندې چلته بحث کېږي، کوم تصمیم ته چې رسېږي، هغه تصمیم نهایي یوازې بېرته مشورتي جرګه کوي، لویه جرګه یې کولی شي. افغانستان دولت به جرګه جوړوي او جرګې ته به وایي چې ستا په اړه باندې دغه تصمیم نیول شوی دی، د قبول وړ دی که نه دی. نهایي تصمیم افغانان جرګه میبینین. زیر سوال است، جرګه میگن کسای ما در جرګه دعوت شده که اونا به نحوه در تبانی با در همفکری با حکومت قرار دارن و حکومت هم که گفته میشه که تصمیم دی چې مشورتی لوی جرګه چور سر انتصابی نه دی، هغه ټول انتخابات پر اساس باندې. بله، شما صحبت های آقای دکتر دیدین که معاون والی یکی از ولایت ها گفته که ما کسایی را خواستیم که حداقل اونا توان تحلیل قضیه را نداشته باشن. یو شی دی، موږ باید په ټولنه کې پر یو کشر باندې هم ټول تمرکز ونکړو چې یوازې د کابل خلک کولی شي د تصمیم ونیسي، اطراف نشي کولی، یا باسواده طبقه کولی شي بېسواده طبقه نشي کولی. هر سړی، هر ټولنې، هر کشر په دې ټولنه کې خپل هغه مشکلات او ستونزې ورته معلومې دي، او د هغوی څخه د دفاع پاک هم دهقان هم چې د هېواد د دهقان څخه پوښتنه وکړي، هغه هم د جګړې او د سولې په ارزښت باندې پوهېږي. بله، سوله چې ده، جګړه چې ده، او په کم کار کې زما هغه دهقاني او زراعت پرمختګ پیدا کولی شي. دلته هغه اساسي هدف سوله ده. د سولې دپاره موږ مخکې هم وویل، اوس هم وایم چې موږ اړتیا دا ده چې باید ځینې قربانۍ ورکړو، که هغه د بندیانو مسله وي، که هغه ځینې نور سری کشي، موږ باید تیر شو تر څو چې هغه یو تلپاتې او باعزته سولې ته ورسېږو. سپاسګزار. خو راتلو یو ځل بیا هم د افغانستان و خلکو ته اطمینان ورکوم، هغه اتلس کلنې لاسته راوړنې چې د افغانستان د خلکو په وینو لاسته راغلی دي، په زحمتونو یې لاسته راغلی، په خولو یې لاسته راغلی دي، مطمئن دي اوسئ چې د هغوی څخه یو انچ هم موږ تېرېدای نه شو، او د هغوی د هغه سرو کرښو او د هغوی د ارزښتونو څخه به دفاع په ډېر افغاني جرأت سره وکړی. سپاسګزارم. آی دکتور، به عنوان آخرین پرسش، وختم زیاد نداریم، به عنوان حسن نیت حکومت افغانستان اعمال را انجام دادن که برخی موارد شما هم اشاره داشتین که به لحاظ حقوقی برخی مسائل را دور زدن، ولی از جانب طالبان شما دمی جریان جدایی از این که جبهات جنگ به شدت گرم شده و در حال حاضر ما شاهد در واقع قربانی گرفتن به علاوه نظامی ها از شمار زیاد از غیر نظامی ها در چند ولایت کشور هستیم در می چند شب روز گذشته، چی حرکت دموکراتیکی را شما مشاهده کردین که امیدواری بر حسن نیت بیشتر از این به وجود بیاید و فکر میکنین که حکومت افغانستان برای ادعایی که داره که حفظ جمهوریت است در واقع با چی پایه و با چی اساس میتونه به این مسئله بپردازه و جمهوریت و دستاوردهای چند دهه اخیر در افغانستان حفظ شود؟ ببینید، در پاسخ به این پرسش شما باید بگویم در سیاست های اعلامی که طالبان داشتن دو پهلو گاهی صحبت کردن، یعنی گفتن ما حقوق بشر رو میپذیریم، حق رای مردم رو میپذیریم، اما تفکری که طالبان داره، برداشت هایی که نه از دین اسلام دارد، به هیچ نون اگر توانشون بکشه هیچ کدام از این وعده هایی که دادن عمل نمیکنه.
چنان که گفتن که ما وقتی با آمریکا مذاکره کردیم میخواییم حکومت امارت اسلامی رو بیاریم دیگه. وقتی حکومت امارت اسلامی بیاید طبعا اونجا دیگه امیر حاکم است، چیزی به نام رئیس جمهور ما نداریم و اینکه رأی برای گذاشته شود سمت ها و مقامات دولتی اصلا چنین چیزای معنا نداره. او بستگی دارد که اینکه در آینده طالبان چقدر بتوانه اعمال نفوذ کنه، چه مقدار قدرت داشته باشد. طبعا اونا از او ایده و عقیده های اصلیشون که در واقع برداشت از دین اسلام هست از اونا دست بر نداشتن، ولذا سخنانم که میگویند برای این است که چند روز بتوانند حالا افکار عمومی رو بفریبن، ولی اگر اونا بخواد سر قدرت شود طبعا تمام تلاششون میکنن که حتی با اون وعده هایی هم که دادن عمل نخواهند کرد و عمل نمیکنن. و یک گروهی که در گذشته غربی ها او رو تروریست میدانست، تروریست هم حکمش مشخصه و الان اونا رو بخواد حاکم کنه طبعا چگونه میشود گروهی که غربی ها تروریست میدانه؟ الان ما با وعده هایش بیم اطمینان کنیم که اونا وعده ای که میده با اون وعده خود عمل خواهد کرد، مخصوصا در فضای مثل افغانستان که تفکرات افراطی بسیار شدید وجود داره. طبعا اگه زمینه و بستر پیدا کنه اونها به هیچ عنوان از اون تفکرات خود دست بر نمی داره و اونها را اعمال خواهند کرد. او بستگی داره که به توان اونها که چه مقدار از اونها مردم استقبال کنه، چه مقدار بپذیره. ولی من باورم اینه که او را دیگه مردم استقبال نمیکنه او وضعیت گذشته را، و این فشار مردم باعث خواهد شد که اونها از اون مواضع خود عقب نشینی کنه و الا اونها از نظر فکر و اندیشه به هیچ عنوان از اون مواضع خود عقب نشینی نمیکنه. حکومت با نشان دادن حسن نیت در از گاهی که شما میبینید در موضع‌گیری خیلی جدی منصرف میشه و حسن نیت نشان میده، فکر میکنید با این موضع‌گیری ما انتظار داشته باشیم که جمهوریت بقا میکنه و در واقع دستاوردها حفظ میشه؟ قطعا اگر طالبان تسلیم فشار مردم نشود چیزی به نام جمهوریت، چیزی به نام حقوق بشر، چیزی به نام دموکراسی اصلا باقی نخواهند ماند. و معلوم هم نیست که اونا پشت پرده چی توافقات کردن و چی مسائل را آمدن رویش توافق کردن با آمریکا، و این فشار مردم طبعا باعث میشه که اونا از مواضع خود عقب نشینی کنن. طبعا اگر افکار عمومی در برابر خواستهای نامشروع طالبان استادگی نکنن قطعا اونا هم اون ایده هایی که دارن، هم اون باورهایی که دارن، اونا از عمق جان بهش باور دارن، هیچ وقت اون رو رها کردنی نیست. حالا که وقتی بر اساس باور می یک بمب خود رو در کمر خود میبنده، مثلا می در میان بیگناه ها انفجار میکنه، وقتی او بر اساس باور خود کار میکنه، مگر او می وقتی قدرت داشته باشه، توان داشته باشه، از او باور خود دست برداره؟ قطعا از او باور خود دست بر نخواهد داشت. میهمانان گرامی، آقای سیحون، آقای بارکزای، جناب دکتر صداقت، از اینکه وقت خود را در اختیار ما و برنامه گذاشتید سپاسگزارم از شما. ممنونم از شما. بینندگان ارجمند، این برنامه مکعب در اینجا به پایان میرسد. از همراهی شما همچنان سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.